بیانیه 40 پارلمانتر و شخصیت سیاسی و حقوقی از 11 کشور عربی. تصمیم دادستان سوئیس برای بستن پرونده ترور پروفسور کاظم رجوی تکان دهنده است و باید لغو شود. قاتلان پروفسور کاظم رجوی باید محاکمه و به دست عدالت سپرده شوند. چهل پارلمانتر و شخصیت سیاسی و حقوقی از 11 کشور مختلف عربی شامل اردن، مصر، لبنان، بحرین، تونس، مراکش، الجزایر، سوریه، عراق، عربستان سعودی و فلسطین طی بیانیه‌ای اعلام کردند مطلع شدیم دادستانی کانتون وو در سوئیس تصمیم گرفته است به زودی پرونده ترور جنایتکارانی پروفسور کاظم رجوی را مخدوم کند. این تصمیم تکان دهنده است و باید لغو شود. این تصمیم در حالی است که در 20 مارس 2006 قاضی تحقیق کانتون وو حکم جلب علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات رژیم ایران را به خاطر مشارکت در ترور صادر کرده است. در حکم جلب علی فلاحیان آمده است ترور کاظم رجوی با دقت تمام طراحی شده بود. تیم‌های کماندویی یک بار در اکتبر 1989، سپس در اواخر ژانویه و اوائل فوریه 1990 و نهایتاً از 10 تا 24 آوریل 1990 به سوئیس آمده بودند. تحقیقات روشن ساختند که 13 نفر در آماده سازی و انجام قتل همکاری داشتند. این 13 نفر پاسپورت هایی داشتند که بر روی آنها عبارت در مأموریت نقش بسته بود. بعضی از این مدارک همزمان در یک روز در تهران صادر شده بودند. همه پاسپورت ها به دستور وزارتخانه تحت امر علی فلاحیان صادر شده بودند و در هنگام بازگشت عاملان به ایران در همان فرودگاه از آنها بازپس گرفته شدند. تمام پاسپورت های 13 فردی که اسامی آنها در بالا ذکر شد در کریم خان که خیابانی در تهران است صادر شدند. دو ساختمان در این خیابان مقر بخشی از سرویس های اطلاعات ایران یعنی واواک می باشد. بیانیه 40 پارلمانتر و شخصیت سیاسی و حقوقی از 11 کشور عربی با اشاره به استمرار تروریسم از سوی رژیم آخوندی به ویژه در سالهای اخیر از دولت و قضائیه سوئیس خواستند پرونده را باز نگه دارد و با بستن این پرونده رژیم ایران را به ادامه تروریسم تشویق نکند. بیانیه می افزاید با همه مدافعان حقوق بشر، پارلمانترها و جامعه مدنی در سوئیس را فرا می خوانیم که از مقام‌های مسئول بخواهند با ادامه این پرونده عدالت را به اجرا در بیاورند.